مؤسسه مساف تقدیم می کند. اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها باید گم باشه. میدونید شما اختلاف نظرهای بسیار زیادی در مورد تاریخ ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره. اختلاف نظر در مورد تاریخ بگید شهادت هم وجود داره. یعنی شما دردانه پیامبر شهید شده و شیعه نتونسته ثبت کنه. این پذیرفتنیه. بعد از یک حادثه با اون بزرگی، اول شهادت و رحلت پیامبر، بعد شهادت از زهرا. نه، خدا میخواد یه گم باشه. خدا میخواد یه گم. تو این گم بودن داستان نهفته است. زمانی گمه، یعنی حضرت زهرا تو زمان گمه، مکانی هم گمه. شما کیو داری که زمانی و مکانی گمه باشه؟ آقا صاحب زمان. ببینید شناخت آقا صاحب زمان از این مسیره. یعنی کسایی که خوب فاطمی میشن، بعد میبینن بین در و دیوار و همه امام هاست میگه اسم کیو بود؟ پسرم مهدی. پسرم مهدی. آیات بخوانید چه ماه علی گرفت، دستی رسید و راه نگاه علی گرفت. بابا رسید و دید گلش را و آه نه، خاری مجال گفتن آه علی گرفت. دست خدا دو دست به زانو گرفته بود، کشتی شکسته بود و پهلو گرفته بود. آتش زبانه از در و مسمار می کشید، آتش زبانه از در و مسمار می کشید. دستی شکسته منت دیوار می کشید. دیوار می کشید. یک سو تمام خصم علی را و یک طرف یک بانوی خمیده بیمار می کشید. با حال مسترش زهمه رو گرفته بود، کشتی شکسته بود، پهلو گرفته بود. زهرا میان کوچه زمین خورد، یا علی برخاست دوباره زمین خورد، یا علی. یک قطره اشک از دل هفت آسمان چکید، گویا تمام عرش زمین خورد، یا علی. راهی شده دلم از سینه در پیه نشون زهرا. کاش که امشب گرد رامت روی سر ما بشینه. جدایی عشق من کجایی؟ اما خوب فکر بکنید آنچه که فاطمیه رو به وجود میاره نفهمیدن فقط یک لغته. چی؟ امامت. یعنی اگر امامت رو مردم میفهمیدن این مشکلات هیچ کدوم به وجود نمیدن. الان هم ظهور صورت نگرفته. میدونید چرا؟ چون هم یک کلمه هم نفهمید. حضرت زهرا شهید راه امامت، یعنی یه همچین شخصیتی معنای واقعی کلمه امام شناسه. یه حضرت زهرا پا امام زمانش چی کنه؟ خب منو تو بفهمونه دیگه.